دوستان گرانقدر به درس روزی بیستم برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های قبلی ما روی اضافه کردن امپلایز یا امپلایی در برنامه کویک بوکس و همچنان روی اضافه کردن امپلایز امپلایمنت انفورمیشن در برنامه کویک بوکس صحبت کردیم. امروز ما و شما روی اضافه کردن Employees Payroll Information در برنامه QuickBooks صحبت میکنیم. خب میایم باز روی اینمی Employee که ما قبلا این را اضافه کردیم Right Click میکنیم و این را Edit میگیم. وقتی که Edit کلیک کردیم باز اون Employee برای ما چه میشه؟ باز میشه. امروز ما میایم روی Payroll Information کلیک میکنیم. این معلومات دیگر که شما میبینین Personal, Address, Additional, Employment Information یا کل شما کار کردیم. خب امروز روزی اضافه کردن پیرول انفورمیشن است. هدف از پیرول انفورمیشن مشخص نمودن سیستم معاشات کارمندانتان است که کارمند به اساس هفته معاش میگیره، به اساس ماه معاش میگیره، به اساس سال معاش میگیره و اگر به اساس ماه معاش میگیره، ماهانه معاش از چقدر است؟ دیگه اضافه بدون معاش که از کدام امتیاز دیگه اداره به کارمند خود امتیاز میده نمیده، اگر میده او چه قسم اضافه میشه، روی این مسائل ما شما صحبت میکنیم. خب اولین کاری که ما میکنیم اضافه نمودن پیرول اسکیجول از تقسیم اوقات معاش است که به اساس چی ما به کارمند خود معاش میدیم. فعلا چیزی وجود نداره، میم در اد نیو. وقتی که اد نیو کلیک کردین در اینجا سپیش شما پرسان میکنه What do you want to name this payroll schedule؟ امی سیستم معاشات یا تقسیم اوقات معاشات که به کارمند جور میکنی چی نام میدی؟ ویکلی نام میدی برش، بای ویکلی نام میدی برش، منتلی نام میدی برش، انوال نام میدی برش، چی رقم که دلت سوره نوشته؟ ما میگم نه، سیستمی پرداخت معاشات ما که است منتلی است، به اساس ما هستن، به او خاطر ما اینجا چی نوشته میکنم؟ منتلی نوشته میکنم. و دیگه How often will you pay your employee on this schedule؟ به اساس اینی تقسیم اوقات شما چند دفعه مثلا کارمند خود معاش میتین؟ میگیم منتلی، به اساس ما محور به کارمند خود ما چی میکنیم؟ معاش میدیم. What is the pay period end date؟ وقتی که تو به کارمند معاش میدی اما تاریخ end date می پرداخت معاشات چیست؟ ما مثلا نوشته میکنم تاریخی 13. What is the pay period end date؟ امو pay period امو آخرین تاریخی که تو باید معاش به کارمند پرداخت کنی کدام تاریخ است؟ تاریخ 30 ماه. صحیح است، او هر ماه که باشه فرق نمیکنه. دیگه What date should appear on the paycheck for this pay period؟ کدام تاریخ باید دمو چکی که به کارمند میدی کدام تاریخ باید دوج اپیر شو برای ما؟ باز اونم تاریخی 30 را انتخاب میکنیم. دیگه What date should appear on the paycheck for this pay period؟ میگم امی تاریخی سی باید چی شود روی پیچک برای ما معلوم شود. بعد از که وقتی که معلومات شما ارد کردین اوکی کلیک میکنین، وقتی که اوکی کلیک کردین یک دانه سکیجول پیرول جور شد بنامی چی؟ بنامی منتلی. و در اینجا پی فریکونسی چی انتخاب شده؟ منتلی انتخاب شده. پولی که ما ماش که به کارمند میدیم به اساس چیست؟ به اساس ما هست. کلاس اگر ما شما اضافه کرده باشیم اینجا میتونیم که مثلا کلاسش مشخص کنیم. ضرورت نیست، نیاز نیست که ما این را چه کنیم، دیگه مشخص کنیم. کلاس ما شما بعد به تفصیل صحبت کردیم چی است، چه قسم کار میشه. اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدین یا راجع به کلاس معلومات ندارین، شما برین در ویدیوهای قبلی کلاس نقطه به نقطه به تفصیل ما روی صحبت کردیم. خب موضوع دیگه که هست، میایم یک ارنینگ هست و یک ادیشن دیدکشن ان کمپانی کنتریبیوشن هست. اگر با کارمند کدام ماش فکس ما پرداخت میکنیم، ایره به نام ارنینگ کارمند یاد میشه، او را در اینجا ارد میکنیم. فعلا دا آیتم نیم اگر بیایم ایچ آیتم پیش ما شما ارد ایجا نیست. با مو شکل کدام دیدکشن داریم یا کدام امتیاز اضافه را به کارمند میدیم، او را ما شما میتونیم که در اینجا چه کنیم؟ اضافه کنیم. ما میایم چه میکنیم؟ اول ارنینگ امپلای خود اضافه میکنیم. آمدم در اینجا اد نیو انتخاب کرد. وقتی که اد نیو انتخاب کرد اسپیش شما پرسان میکنه که بیدر امی ویجز که تو به کارمند خود میدی به اساس چیز هاورلی ویجز است، انوال سیلری است، کمیشن میدی برش، بونس است چیز؟ میگم انوال سیلری است. صحیح است. Do you want to set up a payroll item to track hourly wages, annual salary, commission or bonus؟ من برش انوال سیلری را انتخاب کردم. نیکس گفتم خب In this item for regular overtime, sick or vacation pay
enemy babashin is this item for regular overtime sick or vacation pay enemy item ki tu intekhab mikuni e ba khatir regular pay sta sick pay sta vacation pay mikam ne regular pay regular pay mas bai mano ki mahwar ma barazu chi mikunam pul bardakh mikunam bishtar mai fikr na bud diga chiz goftum is this item for regular overtime regular overtime sick or vacation pay sta main je regular pay intekhab mikun barazu next mikam bainami bainami item chi nom me thi name use in the paycheck and payroll report item kitun nom me thi chi nom me thi ki nami nom was the paycheck daun je bare mochi me sha print me sha the report ma me gim ir nom me tam ki monthly basic salary e nom me tam barazi barazu next intekhab me kan waqt ki next intekhab kari mustaqim quickbook enemy earning دا برنامه کویک بوکس دا چارت اف اکاونټس امرای پیرول ایکسپین چارت اف اکاونټس می کنه ایره لینک میته اگر تو ایره می خوای تغییر بدی تغییر دادم میتن ما میگم نه صحیح تا لینک ازی صحیح تا و بعدو فینیش میگم وقتی که فینیش کلیک کردی اینه میشه یک دن آیتم امرای ما چی شد اضافه شد بنامی منتلی بیسیک سالری خو منتلی بیسیک سالری اینه می کارمند تو چقدر هست او رو نوشته کو مثلا ما با اینه می کارمند خود 30000 افغانی ماهانه پول میتن برش منتلی بیسک سیلری ازی اینا قدر میشه با مو شغل اگر کدام کمیشن دیگه اضافه میتی بونس میتی او را هم میتونی چی کنی اضافه کنی خو ایجا ما فقط یک آیتم اضافه کردم او منتلی بیسک سیلری بود و ادیشن و دیدکشن چیزا رو به اینجا ما اضافه میکنم مثلا بعضی ادارات اگر ببینید شما به کارمندای خود که هستن ایژوکیشن الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ترانسپورتیشن الاؤنس ای چیزا رو میتن او رو شما میتون دیجا اضافه کن ما میایم یک آیتم دیجا هم اضافه میکنم بعد از آمدن در آیتم نیم کدام آیتم میخواست نیستی جا پیش ما اد نیو انتخاب کنم وقتی که اد نیو انتخاب کردی برای ما پرسان میکنن که چیز را ایدیشن برای زی کارمن میتی یا دیدکشن از ماش زی کارمن چیز را اضافه میکنی یا کمپنی کانتریبیشن هستم ما میگم نه ما چی میکنم یک ایدیشن چی میکنم دیجا اد میکنم سلیکت دی تایپ اف پیرول آیتم یو وانت تو کریت ایدیشن اد میکنم یعنی یک امتیازی که اداره به کارمندی بر علاوه زی بیسیک سالری میتا او را اد میکنیم نیکس انتخاب کو چی نام میتی بر ازی امتیاز مثلا اینوی ایدیشنی که تو در اینجا میکنیم میگم ایژوکیشنل allowances یا فقط ای دبل ال نوشته میکنیم که بنامه allowance یاد میشه صحیح بعد از او نیکس انتخاب میکنیم وقتی که نیکس انتخاب کردی باز کویک بوک اینمی آیتم با یک اکاونت که در چارت اف اکاونت ما شما هست به نام پیرول اکسپنس در اوجه چی میکنه اضافه میکنه ایم پیرول اکسپنس میخوایی که پولی که تو پرداخت میکنی به نام ایژوکیشن الاؤنس ایم در پیرول اکسپنس از کارمند اضافه شوه یعنی کدام اکاونت دیگه داری به نام ادر اکسپنسز صحیح اگر باشه میتونی که او را ایجا لینک بده اگر نباشه میتونی ایجا ایره اد کنی ما ایره اد میکنم در چی میگم به نام ادر employee other expenses employee expenses یا employees allowances expense سایس ای بنامزی اگر کانت دیگه چور میکنم وی چیستا ای مصارفات دفتر ما شماستا save and close میکنم و بعد از ای خودش با ای لینک شده اینال هر چقدر ایدیشنی که ما به کارمندای خود میتیم پول اضافی به حیث امتیاز به کارمند میتیم ایده اینه می اکاونت چی میشه درچ میشه سب میشه بعد از نیکس انتخاب کردم و میخوایی که مثلا امی تاکس تراکینگ تایپ زیرا مشخص کو ما میگیم نن سر از ما از کارمند خود کدام تاکس مکسی زیرا نمیگیرم بعد از او نیکس انتخاب کردم و این معلوماتی که شما میبینین این معلومات خصوصا در افغانستان چیز خاص استفاده نداره در اینجا برای ما میگه در اینجا به شکل دیفالت باید ما شما ایره انسلیکتد بانیم بخاطر از این به اساس اینمی تاکس تراکینگ تایپ که ما اینجا انتخاب کردیم خودش دو جا انتخاب میشه چون ما اینجا نن گرفتیم اینجا نن میگیریم و این زیادتر از اینکه از افغانستان اپلیکیبل نیستن بعد از اون نیکس انتخاب کردیم و در اینجا برای ما میگه که تو که کالکولیت میکنی اینمی آیتم ایدیشن که تو کردی ایره بساس چی کالکولیت میکنی کالکولیت دس آیتم بیس آن کوانتیتی کالکولیت دس آیتم بیس آن هاور نیده نه بساس کوانتیتی کالکولیت میشه و نه بساس یه هاور بخاطر از اینکه یک ایدیشن است ما در اینجا ایره چی میکنیم ارد میکنیم بعد از اون نیکس انتخاب میکنیم صحیح است این نیت پیستا یا گراس پیستا ما اگر گراس پی باشه به با این معنی که از این تکس مکس چیزای دیگه هم چی میشه دیداکت میشه اگر نیت پی گفتی به این معنی که ای تاکس مکس دی نیست و وقت پیش از پیش کالکولیت شده گیست ما چی میگم میگم که
ای گراس پیستن به خاطر از کل از ای بای جمع میشه وقتی که جمع شد باز اونجا مالیش جدا میشه در وقتی که فینانسی رو محاسبه میکنه مالی ارزی رو جدا میکنه او رو کارت میکنه باز به کارمند چی میکنه پول میده میگم ای گراس پیست اگر گراس پی انتخاب کردی نکست انتخاب کردی برای ما در اینجا میگه که مثلا دیفالت ریت لیمیتشه و اگر اینجا گفتی که نه ای خب نت پیست باز اون اپشن برای ما میاره سایز دیفالت ریت لیمیتشن ما چی کردم اینجا گراس پی انتخاب کردم گراس پی را که انتخاب کردی یعنی دیفالت ریت این لیمیت به این معنی که اینمی ایدیشنی که تو کردی امو دیفالت ریت ازی چقدر است و لیمیتش چقدر است ما میگم دیفالت ریت ایجا به اساس فیصدی باید انتخاب کنید ایجا برای ما گفته که the rate you enter here will be the default rate for this item when added to the employee record ما مثلا نوشته کردم که 5% 10% معاش کارمند نیست 10% معاش کارمند 10% ایر انتخاب کردم معاش کارمند که هست چقدر که هست 10%ش به نام ایدیشن ما ایژوکیشن الاونس دیگه چی میکنم ارد میکنم و لیمیت اخیریش چقدر است لیمیت اخیری ازی که هست فرض مثال ما میگم تا 10,000 افغانیست از او زیاد نیست ایره که انتخاب کردی بعد و ای لیمیت تایپ ازی چه انوال است منتلی است چه رقم است میگم ای منتلی از 10,000 افغانی باید زیاد نشوه و کم از کم باید 10% باشه اما لیمیت اخیریش که باید هر چقدر زیاد شوه 10,000 باشه ازی باید زیاد نباشه و این به اساس منتلی است بعد از فنش میگم فنش که کلیک کردی یک دانه آیتم دیگه در بخش ادیشن و ریدکشن اضافه شد به نام ایژوکیشن الاونس و این الاونس ما چقدر است لیمیتش که است چقدر است 10,000 است و اماونتش چقدر است 10% است ایره به اساس فیصدی است بعد از ما اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردین شما اینی ایمپلای مکمل پیرول انفورمیشنش امره ما شما اضافه شد و این پیرول انفورمیشن ما شما فقط به خاطر ازی که پیش شما یک ریکارد باشه ایره اضافه میکنیم و دیگه پیرول آنلاین پیرول که است ما شما در اینجا کار کردن نمیتونیم به خاطر ازی که او اضافه پول است پیش شما میخواه ما قسمی که شما در جریان هستین قبلا ما ریکارد کردیم کار کردیم روی اضافه کردن manual processing manual payroll system of the employee او را گپ زدیم چه قسم ما manual میتونیم که ماش کارمندار را در برنامه QuickBooks او را پروسس کنیم این فقط به خاطر ازی بود که شما payroll information چه قسم میتونیم در برنامه QuickBooks شما در اینجا ای را اضافه کنیم این بود دوستا درس روزی 20 برنامه QuickBooks ما شما